نماینده ایلام از دولت رئیسی انتقاد کرده و گفته برخی وزرا به همه رفقای خود بفرما دادند سارا فلاحی نماینده ایلام در مجلس با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت رئیسی گفته بسیاری از برآوردهای بودجه سال آینده غلط است دولت دوباره دست در جیب مردم کرده و باید تیم اقتصادیش را عوض کند او که در جلسه علنی مجلس سخن می گفت از مدیران اقتصادی دولت ایران به عنوان جنرال های بی سرباز نام برده و گفته برخی وزرای دیگر هم انگار سر کوچه رفیقی دوستی و یا فامیلی نشستند و به همه فامیلان سببی و نسبی خود به فرما زدند در هفته های اخیر علاوه بر انتشار گزارش های متعدد درباره انتصاب های فامیلی در دولت قاضی مرگ انتقادهایی درباره عدم هماهنگی بین مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی که از او به عنوان فرمانده اقتصادی دولت نام برده می شود و محسن رضایی که معاون اقتصادی دولت است و همچنین احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مطرح شده. نماینده ایلام همچنین علاوه بر انتقادهای تند از سیاستهای دولت روحانی از سیاست دولت رئیسی برای حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده نیز انتقاد کرده و گفته این اقدام فساد مضاعف است انتخاب دستوری رقم 4200 تومانی برای یک دلار آمریکا در بهار 1397 یکی از جنجالی ترین تصمیمات دولت دوازدهم به ریاست روحانی بود هدف از این طرح حمایت از اخشار آسیپذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی نهادهای دامی دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شد مقام های دولت رئیسی و برخی نمایندگان مجلس اما میگویند این سیاست شکست خورده و قیمت برخی کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می شوند به شدت افزایش یافته و قصد دارند ضمن حذف این ارز برای بسیاری از کالاها میزان یارانه ها را افزایش دهند مخالفان حذف این ارز اما میگویند حذف ارز 4200 تومانی باعث تورم گسترده خواهد شد و تورم کالاهای مشمول این ارز از اسفند 96 تا تیر 1400 معادل 190 درصدی بوده ولی سایر کالاها با تورم 433 درصدی مواجه بودند یک خبر خارجی بشنوید به گزارش رادیو فرانسه در پی روی کار آمدن مجدد گروه جهادگرا در افغانستان و فروپاشی اقتصاد این کشور خانواده های توحید است که متعمل بیشترین آسیب شدند به خاطر فقر و گرسنگی فرزندان خود را می فروشند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه 31 دسامبر برابر با دهم ده دیماه سال 1400 با انتشار گزارشی اعلام کرده این بحران ناامیدی مردم افغانستان را نشان می دهد. پرس در گزارش اعلام کرده همزمان با تشدید بحران اقتصادی و خوشسالی در افغانستان شمار زیادی از خانواده های فقیر و آسیب دیده در این کشور مجبور شدند تا فرزندان خود را بفروشند. مسئول یک کلینیک بهداشت و درمان برای بی ها در نزدیکی شهر حرات به این خبرگزاری گفته اوضاع در افغانستان روز به روز بدتر می شود. چارلز که مسئولیت مدیریت سازمان امداد را نیز به عهده دارد، افزوده امروز وقتی دیدم خانواده ها حاضرند فرزندان خود را بفروشند تا به سایر اعضای خانواده غذا بدهند واقعا غمگین شدم اقتصاد ضعیف و وابسته به کمکهای خارجی افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از این کشور و همچنین روی کار آمدن دوبارهی شبه نظامیان گروه جهادگرا در 15 اوت 2021 کاملا فرو ریخت علاوه بر فروپاشی اقتصاد افغانستان جامعه بین المللی به ویژه ایالات متحده که هنوز دولت گروه جدید در افغانستان را به رسمیت نمی شناسد مسیر کمک های مالی به افغانستان را، کرده در همین حال نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل اعلام کردند که بیش از نیمی از کل جمعیت افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی مواجهند طبق آخرین ارزیابی های سازمان ملل متحد تا اواسط سال 2022 بیش از 90 درصد از جمعیت 39 میلیونی افغانستان با چالش اقتصادی روبرو خواهند شد یونیسف نیز در افغانستان میگوید بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک های فوری به ویژه مواد نیاز دارند این نهاد در توییتی اعلام کرده اگر اقدام فوری صورت نگیرد احتمال می رود تا سال 2022 بیش از یک میلیون کودک در افغانستان به خاطر گرسنگی جان خود را از دست بدهند از طرفی وزیر خارجه روسیه هم گفته هنوز تصمیم گیری در مورد به رسمیت شناسی گروه جدید جهادگرا در افغانستان زود است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید هر چند تصمیم گیری در مورد به رسمیت شناختن این گروه پیش از وقت است اما تاکید می کنم این مسئله به عملی شدن یا نشدن تعهدات این گروه بستگی دارد بیشتر کشورهای جهان و همچنین سازمان ملل ایجاد حکومت فراگیر و نیز احترام به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق بانوان را پیش شرطی برای مسئله به رسمیت شناسی این حکومت گذاشتند آنچه که تا کنون این حکومت خلاف آن عمل کرده و هیچ گامی در این راستا بر نداشته است بیش از چهار ماه از سقوط افغانستان به دست این گروه میگذرد و با اینکه این گروه حکومت سرپرست خود را ایجاد کرده اما تا کنون هیچ کشوری ریسک نکرده و حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته اما هرچند به گونه مستقیم تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته برخی کشورها چون پاکستان به این گروه اجازه داده تا در کشورشان سفارت داشته باشند درخواستی که این گروه از دیگر کشورها نیز کرده و هنوز پاسخ مثبتی دریافت نکرده یک اقتصاددان هم خطاب به وزیر اقتصاد گفته لوکوموتیوتان دارد به ته در می رود. در جریان سفر استانی دولت به قوم وزیر اقتصاد با جمعی از اساتید اقتصادی در دانشگاه قوم جلسه ای برگزار کرد در این جلسه که گفته می شود بسیار انتقادی بوده بیشتر اساتید نقد های تندی به سیاست حذف ارز کالاهای اساسی مطرح کردند سید کاظم رجایی یکی از اساتید اقتصاد در این نشست خطاب به وزیر اقتصاد گفته این لوکوموتیو دارد ته دره در می رود پس از بحران بنزین 1398 ما به مردم گفتیم دولت مستقر که به دنبال تعامل با غرب بود مسئول این اقدام است اگر در دولت رئیسی اقدام مشابهی رخ بدهد این بار باید به مردم چه بگوییم بیایید بعد از این جلسه من دست شما را میگیرم و به حاشیه شهر میبرم به شیخ آباد و شادقلی خان برویم آنجا را ببینید مردم چه وضعیتی دارند این مردم فردا یقه من و شما را میگیرند مصطفی میرسلیم گفته مردم یک سال سختی را تحمل کنند شاید تولید رونق بگیرد مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس فرمایشی نظام با تاکید بر اصلاح بودجه گفته اگر امسال این شیوه ها را اصلاح نکنیم کارمان عقب می افتد هرچند که مردم باید قدری سختی را بپذیرند او در مصاحبه ای افسوده ما هم باید با دولت همکاری کنیم و اگر لازم باشد مقداری شرایط سخت را بپذیریم میرسلیم در در حالی میگوید مردم باید قدری سختی را بپذیرند که سالهاست که مردم ایران زیر بار فشارهایی که توسط مسئولان بیکفایت و فاسد نظام جنایتکار جمهوری اسلامی بر آنها وارد شده خم شده و در بدترین وضعیت اقتصادی معیشتی به سر میبرند بیش از 80 درصد جامعه زیر خط فقرند درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید